خب رفقا سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. این یه ویدیوی دیگه در مورد ماهیگیری، ولی خب این یک جلسه ماهیگیری عادی نیست، یکم متفاوته. تفاوتش هم اینه که دو تا اکیپ از بچه‌ها میثم و حسین اومدن و به یه چالش ماهیگیری دعوتشون کردم. به بیشترین تعداد ماهی و بزرگترین ماهی این جلسه ماهیگیری میخوام جایزه بدم. میسم جان بارون گرفت. آره، حتی یه ساعت بارون داریم، زیاد بارون نداریم، ولی خب بول بچه ها عشق هست. نه یه چالشی شد برای بچه ها بارون. حتی میسم رو کن، من لحظه آخر دوباره امروز چک نکردم، هوا رو دیشب چک کردم، بارون نداشت. میسم دوباره امروز چک کرد، دید که بارون میاد، باز خوش رفته بارون گرفت. خیلی خب رفقای گلم خیلی مخلصیم، ساعت 4:30 بعد از ظهر و همچنان آقا میثم سوزوکی با اون گاو ماهیش با تنها سید امروزش نفر اوله. خداییش اگر بخواد با اون سید توی چالش امروز برنده بشه خیلی ظلمه. بچه هم دارن تومه‌هاشون رو عوض میکنن، ایشونم کامرامن ماست، آقا سامان گل. آقا سامان پشت درخت ها چی کار میکردی؟ حسین خان هم داره توماشو عوض میکنه. خواهش میکنم. و این نمای زیبا از پاییز دلانگیز مثلا داره تاریخ میشه، داره شروع میکنه، میبینی؟ آره گذاشا بیشتر شد همه جان کلن جگر داره جواب میده، درسته؟ بله. اصلا به ذرت؟ نه اصلا خمیر، کمکارانی، هیچ کنون نوش نزدن، درسته؟ آره فقط جگر.
داره؟ یکم زود زدی همونجا بنداز دوباره ولی این زنگوله ها خیلی خوبه میسم خیلی به خاطر اینکه دقیقاً کار لاین دنسر رو انجام میده به خاطر سنگینی که داره خلاصی نخو میگیره هم زمانی که ماهی داره میکشه در واقع میچسبونه به بالا صدای زنگوله در میاد یعنی هم آگاهت میکنه هم تو رفت هم تو برگشت همین که خلاصی نخو میگیره دیگه یعنی ماهی با کوچکترین پمپ با کوچکترین گزش در واقع تو قلاب تاثیر میشه دقیقاً کاملا کار در واقع لاین دنسر رو انجام میده و بسیار مفیده و چند منظوره ساعت چند دقیقه هستم؟ 5 خوردی تو کار باسه؟ 25 دقیقه 5:25 دقیقه دیگه ساعت های پایانیه و ما بازم سید نداشتیم بازم چند تا چوب داریم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 تا چوب این همه تومه فقط یه دونه همون گاو ماهی اومد بالا دیگه خیلی عجیبه امسال شاید اصلا خیلی متفاوت بود خیلی شاید متفاوت و بد متفاوت خوب نبود باز هم میگم به غیر از یه سری مکانهای خاص اکثر مکانها شاید سیر خوب نبود اینجا که اصلا افتضاح بود سمت ما میسم واقعا افتضاح بله نه تنها بد بود افتضاح بود ما من بیشترین انرژی رو امسال واسه ماهیگیری گذاشتم شاید سالهای قبل نصف این تایم هم نمیذاشتم برای ماهیگیری خیلی بیشتر سید داشتم خیلی بیشتر سید داشتم من پارسال سالهای قبل از سیدهای ماهی های 500 گرمی 1 کیلویی مثلا عکس نمیگرفتم میسم به خدا عکس نمیگرفتم چون همش میگفتم که آقا اصلا مهم نیستش به هر حال احتمال داره که هفته بعد دوباره یه ماهی 2-3 کیلویی بزنیم و از اون عکس میگیریم ولی خب امسال خیلی شرایط بد بود امسال با اون که 2-3 برابر سالهای قبل انرژی گذاشتم ولی نصف که چه عرض کنم 1/3 یا 1/4 سالهای قبل هم ماهی نگرفتم نمیدونم شاید واسه جابجا شدن فصلا باشه شاید یه سری دلیل دیگه داشته باشه که ما نتونیم الان با قاطعیت بگیم دلیل چی بوده ولی هر چیزی که بوده اصلا چیز خوبی نبوده و خیلی زدال بود دیگه تو سال اول یوتیوبریم اینجوری خوردیم به خنسی ماهی نگرفتن و متاسفانه این همه انرژی که گذاشتیم بازخورد خوبی نداشتش انرژیمون خیلی انرژی گذاشتم مثلا تقریبا حالا جدا از چند هفته‌ای که مریضی کارامل و حالا اتفاقات دیگه باعث شد که من نرم ولی اکثر هفته‌ها رو تو فصل ماهیگیری رفتم خیلی دو روز سه روز تنها موندم رفتم به کم ولی خب بیشترین انرژی رو گذاشتم و کمترین بازخورد داشتم حالا مهم نیست اصلا مهم نیستش من داشتم با میثم صحبت میکردم شاید تو خونه مسائل خیلی خیلی زیادی باشه که سرمون رو گرم کنه بشینیم پای گیم یا حالا من چون خانواده پر جمعیتی دارم با سگا بازی کنم با بچه کوچیکم به هر حال وقت بگذرونم و کلی مسئله دیگه تو خونه که باعث میشه باعث سرگرمی من میشه و خونه رو برام جذاب میکنه ولی خب باز هم یک لحظه به رودخونه فکر میکنیم دلمون هوری میریزه و دلمون پر میکشه واسه اینجا و همین خاطر حضور ما کنار آب میتونه کلی واسه ما لذت بخش باشه و تمام ناکامی سید رو تو یه لحظه وقتی به لبه ها فکر میکنیم اصلا همه‌شون رو فراموش میکنیم هر کی دیگه باشه میگه آقا شما که ماهی نمیگیرین امسال که ماهی خوبی نگرفتین واسه چی این همه انرژی میذارین این همه هزینه میکنین میرین ولی خب واقعیت قضیه اینه که همین که میای کنار آب و قلابتو میندازی تو آب همین که امیدوار هستی که هر لحظه یکی از چوبات بره پایین و یه سید خوبو تجربه کنی همون امیدواری باعث میشه تا این انگیزه و این انرژی تو ما خلق بشه که ما دوباره بریم لب چالش امروز هم با خرشانسی میثم امروز تا به اینجا برنده میثم با اون گاومایی 5 سانتی که گرفتش و خیلی امیدواریم تو این یکی دو ساعت انتهایی روز که
دم غروب هستش، روزهای پاییزی تایم اولیه شب و دم غروب خیلی راندمان سید بالاتره. خیلی امیدواریم که لااقل یک دو ساعت اتفاقات خوب بیفته. به هر حال اوضاع امروز هم به این ترتیب گذشتش و اینکه بگم داستان برنامه آنتالیا رو. آره احتمال خیلی خیلی زیاد، حالا میگم پیش بینی نکنم، به خاطر همین میخواستم بگم احتمال خیلی خیلی زیاد تو هفته آینده یه برنامه 5 روزه یا 7 روزه آنتالیا دارم. تو راه دو تا از آبهای شیرینی که خیلی خیلی دریچه‌های خیلی بزرگی هستن رو تست میکنم، حالا یا رفت یا برگشت، یه روز و نصف تو رفت، یه روز و نصف هم تو برگشت. 2 روزم تو آنتالیا میمونم، در مجموع واسه 5 روز تا 1 هفته برنامه ریزی کردم. امیدواریم که لااقل توی مقر اصلی ماهیگیری ترکیه بتونیم صید داشته باشیم و اونجا از نعمت صید برای من بشیم و بتونم ولاگ‌های خوبی که در خور شأن و شخصیت شما دوستان عزیز هست ضبط و تهیه کنم. این لحظات این چالش، یه شناور حسین داره میزنه، میسم هم حسین باید شکار کنیم آیا باید چوب تو دستت نگه داری، میسم هم از اون طرف تو میسم خوابون این خوابون بابا، این اولیه خوابون. آره بزن وای میسم چرا این کاری کرد؟ بله مسابقه به اوج هیجانش رسیده. میسم ندیدی؟ همچنان داره شناور حسین بازی میکنه، چقدر هم قشنگ مشخصه شناور تو تصویر. لطف هوش مصنوعی ما تصاویر روشن‌تری داریم. برد زیرا حسین برد زیر دیگه چیکار می‌خوای بکنی؟ نه به این زمانی که برد زیر داری میبره زیر بزن، چون قلابت ریزه میتونی امیدوار باشی که شکارش کنی. خب رفقای عزیزم خیلی مخلصیم، این چالش ماهیگیری هم تو این ساعت به پایان رسید. ساعت حدود 7:30 شب، یکی دو ساعتی ما توی تاریکی، ساعت‌های اولیه در واقع تاریکی هم، ساعت‌های اولیه غروب آفتاب و شب هم بچه‌ها موندن و شانسشون امتحان کردن. سیستم روابیشون همینطور که دیدید یه خورده بازی داشت، ولی خب همش کلی بچه ماهی بود و سید نداشتن. اما خوشبختانه یا متاسفانه میسم با اون گاو ماهی که زدش برنده این چالش شد و من اینجا جایزه شوش میدم، هرچند راضی نیستم، حلال نیست، ولی خب به هر حال حرف زدیم دیگه. یه نخ سایز 25، نخیه که حالا خودم ازش استفاده کردم، خیلی نخ خوبیه. پلوم آقا میسم نایلونش هم روشه، تقدیم به شما. به خاطر که این نخای این کلافاشون 1000 متری همشون به هم دیگه وصله، به همین خاطر بعد یک من واقعا وینسیم هم نیاز داشتم، چون نخای چیزن زخیمن این خوراک کاسیه و خوراک مایه سبکه. به خاطر اینکه جایزه یه لایک نشون بده، آره به خاطر اینکه حسین جان هم زحمت کشیدش و چالش ما شرکت کرد، من برای حسین جان یه آلارم روی چوب در نظر گرفتم که تقدیمش میکنم. حسین جان مبارکت باشه، آمین که کپور سایز صداشو به صدا در بیاره. قربونت، مرسی که اومدی تو چالش ما. حسین از قبل میشناختیمش ولی تا حالا فرصت همکاری نداشتیم و دمت گرم، مرسی که تو ویدیوی ما اومدی و به ما کمک کردی. دستتون درد نکنه. خیلی مخلصیم، امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه، هرچند سید نداشتیم ولی خب خیلی زود این روزهای بدون ماهی رو جبران میکنم. همینطور که تو ویدیو گفتم
هفته بعد یا 10 روز آینده به سمت آنتالیا حرکت میکنم و کلی ولاگ‌های جذاب ازم میبینید. خیلی مخلصیم، امیدوارم که همیشه دلتون خوش باشه، لبتون خندون باشه، قلابتون پر باشه و مثل همیشه چوبتون کمون.